هشت کودک شیعه افغانستانی بر اثر گرسنگی در شهر کابل پایتخت افغانستان جان خود را از دست دادند در پی جان این هشت کودک شیعه بر اثر گرسنگی در غرب کابل در پایتخت افغانستان محمد محقق از شخصیت های سیاسی و رهبر حزب وحدت مردم افغانستان با انتشار بیانیه‌ای ای سنی های تندروی طالبان را به شدت مورد حمله و انتقاد قرار داد. در بخش از این بیانی آمده حاکمیت طالبان نه تنها در فکر تأمین کار و امنیت برای مردم نیستند که خودشان کار و امنیت را از مردم گرفتند در بخش دیگری از این بیانی آمده وفات هشت کودک از فرط گرسنگی در غرب کابل در سایه سلطه کسانی که حاکمیتشان را اسلامی می دانند بسا جای خجالت و ننگ است حادثه هایی که باید دنیا را تکان می داد ولی به دلیل اینکه وفات یافتگان شیعه و از جامعه هزاره و در منطقه هزاره نشینند نه تنها دنیا را تکان نداد که حاکمان فعلی کابل را وظیفهشان تأمین معیشت و امنیت آن مردم از هم به تحرک و عکس عمل وادار نکرد. محقق افزود این جانب به ضمن اینکه تأثیر عمیق و اندوه بی پایانم را بابت این جامعه این جانب ضمن اینکه تاثیر عمیق و اندوه بی پایانم را بابت این فاجعه غمانگیز ابراز می دارم به جهانیان خصوصا کشورهای اسلامی و مؤسسات کمک رسان بین المللی هشدار می دهم که مردم افغانستان را که بر اثر بی تدبیری و ظلم و ستم حاکمان جدید 90 درصد زیر خط فقر رفته اند نه است و نه امنیت به طور مستقیم کمک کنند و نگذارند که فقر و گرسنگی و قحطی مردم را دچار فاجعه انسانی کنند.